سلام، امروز میخوام یه خبر عالی بهتون بدم. بالاخره بعد از مدت‌ها اپلیکیشنی مختص ایرانی‌های ساکن آمریکا طراحی شده که با این اپلیکیشن خیلی کارا میتونین انجام بدین، از معرفی شغلتون تا پیدا کردن کار، خرید و فروش اجناس خاص یا فروش وسایل اضافه‌ای که فضای خونتون رو اشغال کرده، و یا آپشن باحال دیگه، میتونین ببینین که تو شهر خودتون چه ایونتایی اهم از فرهنگی، هنری، اجتماعی و خیلی چیزهای دیگه هستش و ازش مطلع بشین. اسم این اپلیکیشن لاله‌زاره و برای کسب اطلاعات بیشتر میتونین ما رو در اینستاگرام به آدرس lalezar.app فالو کنین. او راستی یادم رفت بهتون بگم، عضویت در لاله‌زار مجانیه. با لاله‌زار دور بزنی تو بازار. با درود گرم، دارش باقری هستم در یک برنامه ویژه. همونجوری که شما در تمام برنامه‌هایی که من در تلویزیون اجرا می‌کنم دیدید، من خیلی خیلی طرفدار تکنولوژی هستم. اعتقاد دارم که تکنولوژی با مصائبی که بعضی وقتا پیش میاره، ولی در نهایت در مجموع تکنولوژی همیشه به نفع بشریت بوده و خواهد بود، به خصوص که آسایش و رفاه و راحتی میاره برای مخاطبش. خیلی وقتا بوده که ما اگر این امکانات الان رو نداشتیم، مثلا تلفن زدن، شما اگه میخواستی یه تلفنی بزنی با یه نفر در ایران صحبت بکنی، خیلی فرق میکرد با تکنولوژی که الان هست. شما تلفن رو میگیرید، با تصویر با هر کسی هر جای دنیا بخواین صحبت میکنین بدون اینکه هیچ مشکلی داشته باشید. تکنولوژی جای خیلی چیزا رو گرفته. همین تلفن دستی که من گفتم، جای دوربین و جای نمیدونم ضبط صوت و جای پخش صوت و جای آینه رو، جای خیلی چیزا رو برای ما گرفته دیگه. یکی از اپایی که این روزها خیلی بین جامعه ایرانی مطرح شده، اپ لاله‌زاره. همونجوری که الان شما دارین زیر صفحه هم میبینین اسمش رو، اپ لاله‌زار یه اپیه که خیلی از ایرانیایی که حالا در اپ میگه مخصوص ایرانیان مقیم آمریکا، که من حتما از در این مورد سوال دارم، ولی کلن شما وقتی که نیازی دارید که حالا یک متخصصی رو ببینید، چه حالا چه پزشک باشه، چه وکیل باشه، چه کسی باشه که کار تأسیسات میکنه، چه حمل و نقل، با هر چیزی رو میخواین، گشتن و پیدا کردنش توی جامعه ایرانی خیلی راحت نبوده تا حالا، ولی با وجود اپ لاله‌زار خیلی از این مشکلات برطرف شده. بسیار بسیار کاربردیه. فکر نمی‌کنم نیازی تو این زمینه‌ها شما داشته باشید و به اپ لاله‌زار مراجعه کنید و اون نیازتون برطرف نشه. حالا توضیحات بیشتری رو از آقای اشرفی عزیز که مبتکر این اپ هستش، که خیلی کار ارزنده‌ای هم کردن، دعوتش کردم یه بار دیگه در برنامه باهاشون صحبت بکنیم راجع به این تکنولوژی که برای ما انقدر آسایش و رفاه میاره. جناب اشرفی عزیز سلام عرض شد. سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان محترمتون، خوشحالم که دوباره در خدمت هستم. آقای اشرفی، قبل از اصلا اینکه توضیح بدین اپ لاله‌زار چیه، چرا توی تبلیغاتون دارین میگین مختص ایرانیان مقیم آمریکا؟ در اصل که این اپ همه جای دنیا قابل استفاده باید باشه. بله درست میفرمایید، بسترسازیش انجام شده، یعنی اینکه تمام نقاطی که ایرانیان هستن از جمله اروپا، کانادا، حتی استرالیا دیده شده، ولی فعلا تمرکز اصلی ما روی قاره آمریکا هستش، به دلیل اینکه ما دیتاهایی که خودمون به صورت منوال دستی وارد اپلیکیشن لاله‌زار کردیم، مربوط به دیتاهایی هستش که از امریکا گرفتیم. حتی چند تا از دیتاها مربوط به کانادا یا بعضی وقتا چند تا از مشاغل مربوط به اروپا هست، ولی تعدادشون محدوده. ما یه چیزی نزدیک به 13,000 خورده شغل خودمون وارد اپلیکیشن کردیم که به جرئت میتونم بگم بالای 95% درصدش مربوط به قاره آمریکاست. این به این معنی نیستش که
سایر مشاغل تو کشورهای دیگه ایرانیان عزیز نتونن از این اپلیکیشن استفاده کنن. کافیه برن همونجا توی قسمت جستجو کشور خودشون رو انتخاب بکنن و همانند ایرانی ساکن آمریکا شغل خودشون معرفی بکنن. البته ما در برنامه قبل هم گفتیم اپل آلزار بسیار بسیار جوانه، شاید هم نوجوانه، اصلا هنوز خیلی کار بچه است و دارن کار میکنن روش، خیلی زحمت میبره یه اپ بخواد تکمیل بشه. حتما. یه موقعی ممکنه سالها طول بکشه. همین اوبر رو شما در نظر بگیرین، اوائلش اصلا هم موقعی که شما میخواستید یه ماشین بخواید خیلی باید طولانی صف میکردین، هم اگه کسی میخواست منتظر کسی باشه که سفارش بده خیلی کار میبره. ولی اجازه بدید که اصلا راجع به این اپ اگر شما آشنایی باش ندارین، از آقای اشرفی خواهش کنم که یک توضیح کلی راجع به اپ بدن که این اپ لاله‌زار چیست و چگونه عمل میکنه. حتما. چشم. اپلیکیشن لاله‌زار همونطور که از اسمش مشخصه مؤید یک بازار قدیمی هستش که سعی شده در این بازار قدیمی از المان‌های قدیمی مثل درهای قدیمی برای معرفی قسمت‌ها و از اسامی قدیمی به جای واژه‌های امروزی، مثلا طبقه بندی مشاغل، مثلا به جای که طبقه پزشکا ما میگیم راسته پزشکا، یا برای پروفایل سازی ما از واژه حجره سازی استفاده می‌کنیم یا تم قدیمی بهش بدیم. اپلیکیشن لاله‌زار ما اومدیم به 4 قسمت تقسیمش کردیم. قسمت اول قسمت مشاغل هستش، مشاغل و خدمات. یعنی در این قسمت شما میتونید شغل خودتون رو توش معرفی بکنید. لاله‌زار به شما این امکان رو میده که بیاید و از شغل و بیزنس خودتون یک فیلمی رو در اختیار مخاطبینتون قرار بدید که یه ارتباط بهتر و نزدیکتری با شما بتونن برقرار بکنن. در این قسمت ما اومدیم به راسته های مختلف بر اساس اون شغل هایی که وجود داشته طبقه بندی کردیم و مثلا راسته پزشکا، راسته وکلا، راسته فعالیت های ساختمانی. و در این قسمت شما حتی میتونید اگر نیاز به استخدام منشی یا کارمند یا هر چیز داشته باشید بنویسید و پست کنید رو همون دیوار خودتون و به طور اتوماتیک این درخواستتون، این اعلام نیازتون منتقل میشه به در دوم که بهش خواهم رسید. خب پس اجازه بدید اینجا یه نکته ای رو پس مشخص کنیم. کسانی که صاحب مشاغل هستن، حالا با هر تخصصی یا هر سرویسی که میدن، خودشون میتونن برن تو این اپ مشخصات خودشون رو و سرویسی رو که میدن اونجا بذارن به رایگان. به رایگان. هیچ هزینه‌ای بابتش داده نمیشه. میرن میذارن اونجا. نکته دومش اینه که اگر همین متخصصین نیاز به کارمند یا هر چیز دیگه ای که داره، هر خدماتی که برای خودشون لازم دارن هم میتونن اونجا ذکر کنن که میره تو بخش مربوطش. به این ترتیب شما اگر دارای تخصصی هستین، دارای سرویسی هستین که باید به جامعه ایرانی یا غیر ایرانی داده بشه، فرقی نمیکنه، میتونید برید در اپ لاله‌زار اونجا مشخصاتتون رو به رایگان بذارید و این یک بستر تبلیغاتی بزرگه. اینو یادتون باشه، تبلیغ در شبکه‌های اجتماعی و در اپ‌ها یکی از گران‌ترین تبلیغات هستش به طور کلی. اینجوری نیستش که هر کسی به رایگان بتونه مثلا بره رو گوگل یا بره روی نام اپ فلان بذاره. این کاری که آقای اشرفی کردن، علاوه بر سرویس رایگانی که دارن به همه میدن، با گسترده شدن و بزرگتر شدن این اپ میتونه سرویس خیلی موثری برای جامعه ایرانی باشه. این تا اینجا پس متخصص خودشون میرن این چیزایی میخوان میذارن اونجا. بله. ببینید راستای مختلفی هست، یعنی شما میتونید حتی یک خانم خانه‌دار باشید. حتی ما راسته‌ای رو دیدیم به اسم راسته کدبانو که شما مثلا خانم خانه‌داری هستید که توانی دارید که در طول روز یه تعداد بیشتری غذایی رو درست بکنید به اطرافتون مثلا بدید، میتونید برید داخل این راسته تبلیغ خودتون رو بکنید و از این طریق کسب درآمد کنید. یا اگه کیترینگ بزرگ هم حتی هستین میتونید خودتون بزنید. خیلی حال. بله واقعا هستش. این خب امکان خیلی خوبیه. بله. چون خیلی ها هستن که میتونن امکاناتی رو دارن دقیقا. که برای مثلا جای کوچیکتر یا مهمونی های کوچیکتر اینا. اتفاقا اینی که شما گفتید، ما در همین لس آنجلس یکی دو تا کیترینگ خیلی کوچیک در حقیقت خانم هایی هستن که در خونه آشپزی میکنن و بعضی از مهمونای خیلی بزرگ نباشه رو
چیز میکنن، کیترینگ میکنن که چقدر مورد استقبال چیزا مهمونا قرار میگیره. چون غذای خونگیه دیگه. غذای خونگیه دقیقاً. یا مثلا اگر میتونه یه نفری مثلا از بچه نگهداری بکنه چند ساعتی اونجا، یا در منزل خودش دقیقا. یا برای سالمندی رو بخواد نگهداری بکنه، یا دنبال اتاقی برای رومیت شدن میگرده. ما همه راستا رو دیدیم، ولی میگم شاید قسمتی باشه که نیاز به این باشه که شما به ما معرفی بکنید و ما داخل این راستامو قرار بدیم. خب بعد اون وقت هر کس هم که نیاز داره خب میره تو همون بخش ها نگاه میکنه به اون نیازی که داره، حالا متخصصی رو میخواد ببینه بره. میخواد یا هر کاری دیگه ای که داره میتونه بره اونجا و این کار رو انجام بده. دقیقا. خب این بخشی دیگه چه بخشی داره؟ در دوم همونطور که عرض کردم قسمت کاریابیه. یعنی چی؟ یعنی مثلا شخصی هست در حال حاضر بنا به دلایلی شغل نداره، بر اساس توانایی‌ها و مهارت‌هایی که داره میره داخل این قسمت، میبینه آیا کاری براش هستش یا نه. اگر بود که خفه به المراد، اگر نبود لاله‌زار این امکانو بهش میده که برای خودش رزومه سازی بکنه و بر اساس همون توانایی و مهارت‌هایی که داره اون رزومه تکمیل میشه، داخل اون قسمت میمونه که در آینده چنانچه شخصی صاحب شغلی نیاز به تخصص این شخص داشت بیاد و از این آقا استفاده خب. کنه. بعد بریم سراغ یه راسته دیگه، یه در دیگه، در دیگه، یه در دیگه. در سوم در ایونت ها هستش، رویدادها، چه خیلی هم مهمه. بله، که خب مشخصا از اسمش معلومه، مربوط میشه به تمام فعالیت های هنری، ورزشی، فرهنگی که در شهر ما، در اطراف ما در جریانه و ما دوست داریم که بدونیم که چه اتفاقی داره میفته، که اگر دوست داشتیم بتونیم بریم و داخلش ببینیم. تماس تلفن، یعنی تمام آدرس ها هست، تلفن ها هستش و امکان این که ارتباط باشون برقرار کنیم. حالا کنسرت، نمایشگاه، جلسه ادبیه، هر چی دقیقاً، همایش فرهنگیه، ورزشیه. بله دقیقاً. خب در بعدی، حالا حتی مثلا تو همین دری که هستی میتونید مثلا یه چجوری بهتون بگم، مثلا یه تیم فوتبالی باشه که مثلا دنبال یه نفری میگرده توی یه منطقه میخواد بازی بکنه ده. و مثلا میگه ما مثلا به چند نفر، میتونه به این شکل هم باشه این ایونت. بسیار عالی. در آخر که این روزا بیشتر از تمام درهای دیگه مورد استقبال قرار گرفته، در خرید و فروش و خب دیگه مشخص ایبی ایرانی، ایبی ایرانی دقیقاً. چون میدونید خیلی وقتا پیش میومد برای خود من و دوستانمون که میخواستیم یه فرش ایرانی رو بفروشیم، یه مبل که میدونید توی اون سلیقه های ایرانیه، و وقتی توی این سایت های خارجی میذاشتیم اولا که چه مشکلاتی پیش میومد و واقعا قابل درک و فهمم نبود برای اون خارجی که مثلا این فرش چه ارزشی داره. به همین دلیل من فکر میکنم وقتی جامعه متمرکزتر و خب ایرانی باشه خیلی راحت تر ما میتونیم کار کنیم. من اتفاقا گفتم در جلسات قبلم، گفتم من برای هدیه ازدواج دنبال یه سکه پهلوی میگشتم. آره، و هر چی گشتم هر جایی نتونستم پیدا کنم، چیزای مختلف بود میومد با روکش طلا نمیدونم، ولی به سختی تونستم بالاخره گیر بیارم. اینه که راست میگین، این خیلی میتونه مؤثر باشه برای جامعه. دقیقاً همونطوری که شما فرمودید این اپلیکیشن رایگان هست، یعنی شما در کمتر از 2 ثانیه میتونید، اگر سیستم تلفنتون iOS هستش از طریق اپ استور، اگر که سامسونگ هستش یعنی سیستم اندروید هستش از طریق گوگل پلی برید دانلودش بکنید. اگر که یعنی وقتی دانلود بکنید کامل میتونید داخل لاله‌زار برید یه گشتی بزنید، مشاغل رو ببینید، مثلا برید ببینید نزدیک خودتون مثلا پزشک متخصص قلبی که مثلا مورد نظرش کجا هستش، کیا هستش، چه لیستی میاد. البته میگم این نوع هست، بر اساس اون دیتایی که ما وارد کردیم ممکنه خیلی فعلا زیاد نباشه تا اینکه صاحبین مشاغل مثلا خودشون لطف کنن بیان پروفایل خودشونو به سلیقه خودشون بسازن، که خیلی متفاوته میتونه باشه تا اون کاری که ما کردیم. گرچه الان هستن چند تا بیزنس اومدن فیلم گذاشتن از بیزنسشون، خیلی هم قشنگ و خوب هستش. حالا اگر میخواید آگهی بذارید، مثلا مبلی دارید برای فروش، فرشی دارید برای فروش، کافی فقط یه حساب کاربری باز بکنید. برای باز کردن حساب کاربری هم فقط لازم بیان استش که ایمیل خودتون رو بدید و یه کدی میاد و به همین سادگی کمتر از یه دقیقه حساب کاربری ساخته میشه. حالا وقتی حساب کاربری ساخته میشه یه صفحه هستش که توش هستش مدیریت حجره، که اگر بخواید بیزنس خودتونم اون موقع معرفی کنید میرید
در 6 مرحله که هر مرحله کمتر از واقعا 30 ثانیه هستش، شغل خودتون رو اونجا معرفی میکنید و به قول بچهای لاله‌زار حجره خودتون رو میسازید. من به دوستان عزیز بگم ببینید دانلود کردن این کار بسیار بسیار راحته. حالا شاید کامل نتونی ببینید، ولی اینجا مثلا اپ استور الان اپل هستش، iOS، وقتی میزنین میرین تو این بخش سرچش و کافیه فقط اینجا بزنین لاله بیاد. تا من زدم خودش اومد، البته من چون اینو دانلود کردم این رو، ببخشید، لاله‌زار، لاله اش دیگه نداره دیگه. آره. بله هم بالا بالا، بله این میادش اینجا این بالایی است. بله نگاه کنین، این اولی که میاد اینجا هست، فقط کافیه بزنین روش اوپن و به راحتی بله. الان من چون میگم چیز کردم الان بالا اومد دیگه، این درای لاله‌زار هستش، درای لاله‌زاره و میتونین تو هر کدومش برین و استفاده بکنین. خیلی اولا حجم خیلی کمی از اینجا الان من باز کردم اومدش، نگاه کنین اینا چیزهای مختلفش هست. خیلی ساده، خیلی ساده، همه تون میتونین این کار خودتون انجام بدید. البته توی اینستاگرام هم برید lalezar.app اگه بزنین، اونجا تو اینستاگرام هم خیلی راحت میتونین این کار رو بکنین با این QR کدی که اینجا هستش. به راحتی میتونین با دوربینتون یه عکس بگیرین، یعنی برین رو دوش بزنید، راحت اپ رو براتون باز میکنه و میتونین دانلودش بکنین. حجم خیلی کمی از دستگاهتون رو میگیره، مثل خیلی از اپا نیستش که چند گیگ استفاده بکنه و نتونین دیگه اپای دیگر استفاده بکنین. تو سیستم اندروید هم همینطور دیگه، من هیچ مشکلی و راحت میتونن دانلودش بکنن. دقیقاً از طریق همین آدرس اینستاگرامی که شما نوشید lalezar.app میتونن داخل اینستاگرام ما بشید، اونجا تمام مراحل با جزئی ترین مسائل بهتون توضیح داده شده که چطور مثلا حساب کاربری، چطور حجره سازی، چطور اصلا میتونید ایجاد آگهی بکنید، تمام این مسائل اونجا توضیح داده شده. ببینم مکانهایی رو اگر بخوام میتونن اونجا سرچ بکنن، مکان مزون مثلا موزه رو میخوان پیدا بکنن، بدونن تو اطرافمون یه جای دیدنی مثلا، اینا رو دارید تو این بخشو یا در آینده خواهد اومد؟ در آینده شاید اون آره. الان در حال حاضر نیست. تو اینم میتونه برای خیلی خوب باشه. البته میگم مکان فیلتر شده است، مثلا شما میتونید ساکن مثلا وودلند هیلز باشید، برید مثلا پزشکای متخصص قلب منطقه‌ای که مثلا نزدیک شما هستش رو به شما پزشکان ایرانی درسته. به شما نشون بده، ولی اونی که شما فرمودید اون فکر می‌کنم در آینده باشه. بعد اون وقت تو ایالت‌های دیگه هم فرقی نمی‌کنه، هر جای آمریکا باشن نه هر جای آمریکا باشه هیچ مشکلی نیست، فقط میگم بسته به اینه که مثلا الان پزشکی هستش که سمت اجتماع تگزاس، اون اومده مثلا برای خودش یه حجره رو ساخته و مثلا وقتی میرید میزنید استیت اونو، ایشون فقط میاد. من یه بار دیگه خدمتتون بگم، تمام صاحبان مشاغل به خصوص وکلا، متخصصان حرفه‌ای، حالا تعمیرات هستش، هر چی، تعمیرکار ماشین هستش، نمیدونم هر چیزی که هستش، شما میتونید به راحتی از این سیستم برای تبلیغات خودتون استفاده بکنین و در جامعه ایرانی هر چه بهتر خودتون رو معرفی بکنید. برید اپل لاله‌زار در اپ استور آیفوناتون یا iOS، یا برید تو گوگل پلی و اپل لاله‌زار، همجوری که نوشته میشه میبینید الان اینجا هستش دیگه، لاله‌زار، لوگوش هم همینه، وقتی که میزنین خوشبختانه اولین چیزی که میاد همین اپ هستش. دقیقا میخواستم همین بگم، ما به خاطر کار بسیار خوب و زیادی که رو سئو لاله‌زار انجام دادیم، این یه خبر شغل، یه خبر خوب به صاحبان مشاغل، چون میدونید هر شغلی دوست داره تو صفحات اول گوگل نمایش داده بشه. شغلهایی که میان داخل لاله‌زار دقیقا به همین ترتیب تو صفحات اول گوگل نمایش داده میشن. وبسایتتون هم هست lalezar.com lalezar.app اونم هست .app میاد، میتونن برن ببینن و ازش کاملا استفاده بکنن. بله دقیقا. چه برنامه‌ای در آینده روی لاله‌زار ما خواهیم دید؟ بسته دیگه به نوع استقبال مردم، پیشرفتی که ما داریم، نیازهایی که به ما اعلام بکنن، همه چی دست خودمون هستش. به کمک همدیگه یه اپلیکیشن کاملا ایرانی جمع و جور که میگم ترکیبی از چندین نوع اپلیکیشن خارجی، لینکدین، کریک لیست و ایبی، که حالت بومی سازیش کردیم، ایرانیزش کردیم در واقع، دیگه در آینده مشخص میشه. دوستان عزیز یک بار دیگه خدمتتون میگم، از برید حتما، برای شما هیچ
هزینه ای نداره، هیچ حجمی هم از تلفنتون نمیگیره. برید امتحان کنید، برید لاله‌زار رو دانلود کنید از تو اپ استورتون، برید یه ذره توش به قول معروف بازی کنید ببینید. اصلا انقدر خودش شکلش دیدنی نوستالژیکه با این درهای چوبی که گذاشتن و اسامی که گذاشتن. برید بگردید نگاه کنید ببینید اگر یه وسیله مورد نظرتون هستش که دنبالش میگردید و میخواین به اونو تهیه بکنید، حالا به هر شکلی میتونید برید اونجا. اگر کسایی هستید که لوازمی رو دارید که میخواین بفروشید یا حتی نه میخواین هدیه بدید به طور رایگان، چون خیلی از این اپای آمریکایی یا غیره هستن این بخشا رو دارن، میتونید بریم بذارین اونجا و محصول بگید، مشخصاتشو بذارین، عکسشو بذارین یا فیلمشو بذارین و بقیه کسایی که احتیاج به اون دارن به سرعت میتونن با شما در تماس باشن و این نیازشون رو برطرف کنن. اگه صاحب مشاغلی هستید که اگه نوپا هست این کاری که داری انجام میدین، بیزینسی که انجام میدین و هزینه تبلیغات براتون خب هنوز ممکنه یه مقدار سنگین باشه، این بستر بسیار بسیار مناسبیه که شما برای شروع کارتون میتونین ازش استفاده بکنین و خوشبختانه آقای اشرفی هم تمام امکانات رو به رایگان در این اپ گذاشتن و شما چه کسی که معرفی بیزینسشو میکنه یا محصولشو میذاره و چه کسی که میخواد از اون محصول یا اون بیزینس استفاده بکنه، همه اینا به صورت رایگان هست و میتونین ازش استفاده کامل ببرید. توصیه چیزی داری؟ نه دیگه، هم که شما فرمودین به دلیل حجم تبلیغاتی که هست این روزا خیلی ها میان توی لاله‌زار سر میزنن، به همین دلیل بهترین فرصته برای اینکه شغل خودتون رو به دیگران معرفی بکنید. من یه چیزی هم بگم، میدونین خب خیلی از این اپا در شروع به همین سادگی شروع کردن، ولی وقتی خیلی گسترش پیدا کردن و بزرگ شدن ممکنه به همین راحتی براتون دیگه نباشه. یه موقع ممکنه بعدن آقای اشرفی بگم خب حالا برای هر خدماتی که میذارین این مبلغ، ولی الان نه، الان فرصت بسیار آره، خوبیه، فرصت که شغل خودتون رو معرفی کنید. چند وقت میمونه این چیزایی که میذارن روی اپ؟ چیشنی مثلا بیزینسشون میذارن تا همیشه میمونه، تا موقعی که خودشون بخوان دلیت بکنن. فقط قسمت خرید و فروش، اگر خب وقتی که مثلا یه ماشین، الان مثلا چند نفر ماشین بله. گذاشتن، یکی خونه گذاشته، چند نفر فرش گذاشتن، وقتی فروخته میشه خودشون پاک میکنن دیگه، به خاطر اینکه نکنه هی زنگ بشون خودشون میتونن راحت میرن ویرایش بر قسمت ویرایش رو میرن و میگم این اپ به دو زبان انگلیسی و فارسی هستش بله. میتونن یا قسمت ویرایش یا ادیت پاکش بکنن. دوستان عزیز حمایت کنید از جوانهایی که انقدر مبتکر هستند و کارهایی برای رفاه و آسایش ایرانی ها میکنن. شما برین دانلود کنین، مطمئن باشید با دانلود کردن اپل لاله‌زار حتما در آینده نزدیک بهش نیاز پیدا خواهید کرد، که امیدوارم که اون نیازتون هم البته با شادی باشه، حتما دکتر نباشه که مجبور باشید. نه خدا، ولی همیشه سلامت میتونین ایونت های مختلف مراسم مختلف هست که میتونین ازش استفاده بکنین. متشکرم که برنامه رو نگاه کردید، منتظریم که ببینیم بعد از این برنامه چند نفر رفتن اپل لاله‌زار رو دانلود کردن و ازش استفاده کردن. مرسی از محبتتون، ممنون از شما، خدافظی می‌کنم از شما، خدا نگهدارتون، تا برنامه تو لاله‌زار، خدا نگهدار. سلام، امروز میخوام یه خبر عالی بهتون بدم. بالاخره بعد از مدت‌ها اپلیکیشنی مختص ایرانی‌های ساکن آمریکا طراحی شده که با این اپلیکیشن خیلی کارا میتونین انجام بدین، از معرفی شغلتون تا پیدا کردن کار، خرید و فروش اجناس خاص یا فروش وسایل اضافه‌ای که فضای خونتون رو اشغال کرده، و یا آپشن باحال دیگه میتونین ببینین که تو شهر خودتون چه ایونت هایی اهم از فرهنگی، هنری، اجتماعی و خیلی چیزهای دیگه هستش و ازش مطلع بشین. اسم این اپلیکیشن لاله‌زاره و برای کسب اطلاعات بیشتر میتونین ما رو در اینستاگرام به آدرس lalezar.app فالو کنین. او راستی یادم رفت بهتون بگم، عضویت در لاله‌زار مجانیه. با لاله‌زار دور بزنید تو بازار.